از ابتدای سال جدید اقدامات رژیم برای سرکوب زنان تشدید شده است. چرا رژیم مستمر این سرکوب رو تشدید میکنه در حالی که میدونه میتونه باعث جرقه و انفجار بشه؟ از طرف دیگر خامنه ای این هفته به صحنه اومد و قیام رو به دشمن ربط داد و تلاش کرد وضعیت رو عادی جلوه بده که گویا رژیم بر اوضاع مسلط است. برای بررسی بیشتر این موضوعات همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد. آقای عبدالله نژاد، ضمن تشکر از شما برای حضورتون در این گفتگو، اقدامات رژیم برای سرکوب زنان تشدید شد. این هفته به طور مشخص چه کارهایی صورت گرفته؟ با تشکر از شما که این فرصت را دادید و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و با هزاران درود به مردم قیام کرده در سراسر کشور. بله، خب رژیم اقدامات سرکوبگرانه خودش رو به اشکال مختلف ادامه میده. حالا در رابطه با سرکوب زنان به دو شیوه داره پیش میبره، یکی موضوع حجاب، یکی هم مسئله مسمومیت دختران معصوم دانش آموز. در زمینه حجاب، خب از بالا تا پایین رژیم تو این روزهای اخیر در واقع موضع گیری کردن، حرف زدن، از خود خامنه ای تا رئیسی تا اژه‌ای تا قالیباف تا سایر مقامات رژیم، مجلس مفصل تو این رابطه بحث کردن و یا حتی وزارتخانه های مختلف رژیم، 4 وزارتخانه تو همین مدت اخیر بیانیه های مختلف دادن، از وزارت کشور تا وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش اینا. سایر ارگان های رژیم هم مثل نیروی انتظامی اینا، خب سرکردگان نیروی انتظامی اینا به اشکال مختلف از رادان تا سایر مهره های رژیم در سایر استان ها استان به استان اومدن موضع گیری کردن، بیانیه دادن و خط نشون کشیدن علیه زنان تو این رابطه و حتی تهدید کردن، گفتن که خدمات عمومی نباید به زنان بی حجاب یا کم حجاب اینا داده بشه و حتی خود خامنه ای دیگه یک سقفی زد و گفت که حرام، هم حرام شرعیه هم حرام سیاسیه و حتی گفت این کار دشمن تو این رابطه برنامه داره و از این حرفا، گفت ما هم برنامه داریم، که خب معلومه برنامه رژیم یکیش همین مسمومیت دختران معصوم کشورمون توی مدارس مختلف که تو همین روزهای اخیر دوباره بعد از شروع مدارس از 14 فروردین دوباره شروع کردن، توی تبریز بود، اصفهان بود، مراغه، نقده، ارومیه، عجبشیر، پیرانشهر، تو خوزستان و شهرهای مختلف، دیواندره و اینا، حتی بعضا برای دومین بار اینا رو مورد حمله قرار دادن و حمله شیمیایی قرار دادن. البته این جنایت از آذر ماه هم شروع شده بود و خامنه ای اومد با شیادی گفت این جنایت رو باید نمیدونم بررسی بشه و فلان بشه، ولی دیدیم که عملا نه فقط هیچ اقدامی نکردند بلکه دوباره این جنایت رو از سر گرفتن و این خودش نشون میده که رژیم چقدر نسبت به نقش زنان پیشتاز در قیام در واقع وحشت داره. بله، واقعا یه سوالی که برای خود منم همیشه سوال بوده اینه که چرا رژیم مستمر این سرکوب رو تشدید میکنه و یه کارایی میکنه در حالی که میدونه میتونه باعث جرقه و انفجار بشه؟ خب در یک کلام علتش اینه که این برمیگرده به ماهیت در واقع زن ستیزی رژیم آخوندی. اصلا رژیم از این دینامیزم میگیره، یعنی بخشی از در واقع هویت رژیم، ادامه حیاتش اصلا به این بستگی داره. همین خامنه ای 2-3 روز پیش هم که با مقامات اصلی رژیم، سران سه قوه و اینا دیدار کرده بود، دوباره همین مسئله حجاب رو از نو مطرح کرد و بحث روسری و توسری اینا رو دوباره مطرح کرد و حتی گفت که خمینی همون روزای اول که اومده این مسئله را مطرح کرده. خب واقعیت اینه که از همون 17 اسفند 57 هنوز 3 از قیام ضد سلطنتی نگذشته بود، تظاهرات علیه حجاب اجباری شروع شد توسط زنان هموطنمون و از اون طرف رژیم دست به یک سری حملات به اونا میزد که همونجا بود که خواهران مجاهد و سازمان مجاهدین خلق ایران دفاع کردن از زنان در تظاهرات و در صف مقدم اونا ایستاده بودن و دفاع میکردن از زنانی که روسری ندارن، در این حالی که خود خواهران مجاهد روسری داشتن ولی از حقوق اونا دفاع میکردن.
و این چیزی بوده که همه در واقع گواهی میدن به اون سابقه تاریخی که یه همچون اتفاقی در واقع اون موقع افتاده بود. این زن ستیزی رژیم از یک طرف در واقع ریشه داره در همین که گفتم افکار ارتجایی خود خمینی و الان هم خامنه ای و کلن ولایت فقیه اونا، یک مبنایی هم داره، اونم نیاز رژیم به سرکوب که در همون ابتدا هم از رژیم بوده. میدونید که تو فاز سیاسی در واقع به وحشیانه ترین شیوه ها رژیم این اقدامات انجام داد و مجاهدین در واقع دفاع کردند و حمایت کردند از مردم. اگر این اقدامات سرکوبگرانه رژیم نبود، خب واقعیت اینه که مجاهدین همون اول که از زندان آزاد شدن کمتر از 200 نفر بودن، ولی تونستند با فعالیت های افشاگرانه و سیاسی خودشون اولا میلیشیای 500 هزار نفری را بیاندازند که رژه‌هاش همون موقع دیدیم، ثانیا تیراژ نشریهشون نشریه مجاهد از 600 هزار بیشتر رفت، یعنی خیلی بالاتر از روزنامه های رسمی رژیم، مثلا روزنامه جمهوری اسلامی که من رژیم بود خیلی خیلی پایین تر از این تیراژ بود. خب رژیم در واقع ابراز وحشت کرده بود، به همین دلیل به شیوه‌های مختلف هم سرکوب اجتماعی رو بیشتر کرد و هم جنگ ضد میهنی رو راه انداخت برای اینکه زمینه برای سرکوب داخلی علیه مجاهدین بیشتر بشه. بله آقای عبدالنجاد، از زنان مجاهد گفتید که در تظاهرات ضد حجاب بودند و محافظت میکردن از بقیه. خواستم از شما بپرسم اینه که مقاومت ایران در مقابل موضع رژیم در مورد حجاب چه طرح و برنامه ای ارائه داده؟ میدونید که اقدامات خیلی مشخصی که مقاومت کرده، اولیش تصویب طرح حقوق و آزادی های زنان درست 36 سال پیش در 28 فروردین 1366 به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت انجام گرفت که تمامی حقوق و برابری زنان در این طرح با جزئیات مشخص شده. از اون طرف ایجاد کمیسیون زنان در شورای ملی مقاومت بود و همچنین موضع‌گیری‌های متعددی که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت از 30 سال پیش تا الان داشته در مورد نقش و جایگاه زنان، از جمله حضور زنان در رهبری سیاسی جامعه، یا تو سال 84 بود که کنفرانسی تحت عنوان اسلام دموکراتیک ضد زن ستیزی، اونجا خانم رجوی سخنرانی داشتن و تاکید کردن که زن ستیزی دینامیزم سرکوب عمومی برای بقای استبداد مذهبی حاکم بر ایران بوده. یا دو سال بعدش در سال 86 بود که در روز جهانی زن کنفرانسی با نام زنان نیروی تغییر در واقع صورت گرفت و خانم رجوی در اونجا مفصل توضیح دادن و گفتن که زنان نیروی هستند که آخوندها رو از جایی که انتظارش ندارن به زمین خواهد زد، تا عملی کردن برابری در مقاومت ایران به طوری که زنان رهبری خونبارترین مقاومت تاریخ ایران به عهده دارن و این در واقع یک گامی فراتر از حضور حتی در رهبری سیاسی. و میدونید که اداره و رهبری یک مقاومت بر علیه چنین رژیم وحشی به طور واقعی پیچیده تر از اداره یک کشوره. بله، فکر میکنین خامنه ای این هفته میدونید که به صحنه اومد و قیام رو به دشمن رفت داد؟ بله. و تلاش کرد وضعیت رو عادی جلوه بده که گویا رژیم بر اوضاع مسلطه، حتی برای مهندسی انتخابات آتی هم نقشه کشید. واقعا فکر میکنید هدفش چی بود از این حرفا؟ خب خامنه ای توی این صحبتش که حدود 80 دقیقه صحبت کرد، بیشتر از 50 دقیقهشو به مسائل اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور اختصاص داد، عجب ضمن به سرکوب زنان و اینا هم خب باز پرداخت، ولی در مجموع حرفاش در واقع اعتراف بود به وضعیت وخیم اقتصادی که الان رژیم در واقع باش در واقع گیر کرده و تو بنبست مطلق، اونم در شرایطی که جامعه بسیار جوشان و انفجاریه. در واقع هر سال میاد خامنه ای یک اسم اقتصادی روی سال میگذاره، الان تقریبا 20-21 ساله داره این کار میکنه، هر بار هم با شکست مواجه میشه، چرا که داریم میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم هر سال بدتر از سال قبل میشه. البته خود خامنه ای هم تو همین سخنرانیش دوباره جملهش این بود، میگفت که اینجور نباشد که چند سباهی بگوییم و حرفی بزنیم و
توی سربرگا بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه و به انزوا کشیده بشه، به حاشیه بره و فراموش بشه. یعنی خود خامنه اول از همه زیرا به این دجالگری ها و این حرفای شیادانه رو میزنه که میاد اسم اقتصادی هر سال روی سال میذاره ولی در عمل میبینیم هیچ اقدامی براش انجام نمیشه. و واقعیت اینه که خامنه ای در همه حرفاش گفت که وضعیت اقتصادی، حتی گفت که در واقع مثل فساد در اقتصاد مثل اژدهای هفت سره. حالا بگذاریم از این که همه خبرگزاری‌ها و منابع معتبر جهان میگن که در واقع همه چیز برمیگرده به، یعنی سر این اژدهای هفت سر تو بیت خود خامنه‌ایه، به دلیل غارت‌ها و تپاولگری‌ها و اقداماتی که داره انجام میده. آمار ارقامی زیادی هم که میدن که از 1000 میلیارد دلار سرمایه‌ای که خود خامنه‌ای در واقع داره و اینا. و از اون طرف میگه ما باید مبارزه قاطعانه بکنیم با این اژدهای هفت سر. بعد میگه هم در هر سه قوه، به این در نتیجه اعترافیه به این که توی هر سه قوه این فساد اقتصادی در واقع نهادینه شده و داره پیش میره. از اون طرف همون که گفتید تو سوالتون، از همین الان داره رقم سازی میکنه برای انتخابات اسفند ماه آینده. البته بگذاریم از این که در واقع این حرفای خامنه ای مثل اینه که میگن طرف به روستا راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا را میگرفت، بعد از الان داره حساب اینو میکنه که تا اسفند ماه ممکنه این رژیم سر کار بمونه و بخواد رقم سازی بکنه برای انتخاباتو، چون از الان گفته باید مشارکت بالا باشه و اینا، یعنی در واقع زمینه را فراهم میکنه برای رقم سازی. از اون طرف خامنه ای با این صحبتاش چند بار البته اومد از رئیسی تعریف و تمجید کرد و نمیدونم از این حرفا، ولی بعد آخر سر برای اینکه خودش در ببره یک لگدی هم به رئیسی زد و گفت این شرکتایی که به رئیسی قول داده بودن طرحهای عمرانی و اینا تو مناطق مختلف پیش ببرند، این اقداماتشون قانع کننده نبوده. بگذاریم از این که حالا هیچ اقدام جدی انجام ندادن که حالا قانع کننده باشه یا نباشه. حالا رئیسی هم تو همین دیدار خوب اشاره بکنم که اومد صحبت کرد و اعترافات خیلی تکون دهنده ای داشت، از جمله در رابطه با همین وضعیت اقتصادی، از جمله در رابطه با کسری بودجه اعتراف کرد، در رابطه با بالا بودن نرخ تورم اعتراف کرد، در مورد کاهش ذخایر کالاهای اساسی اعتراف کرد، در مورد افت تولید و مخدوش شدن اعتماد مردم به این رژیم اعتراف کرد. البته این چیزیه که مقاومت ایران بارها و بارها در مورد این واقعیت ها گفتن و نوشتن. اصلا عامل اصلی اینکه قیمت دلار اینجوری میره بالا همین نبودن تولید در داخل خود کشور، و بارها ما روی این مسئله تاکید کردیم. حالا رژیم میخواد با این اقدامات و با این دجالگری و از اون طرف با اون سرکوب زنان و طرحهای مختلف و مسمومیت هایی که داره، مجموعه این اقداماتی که داره انجام میده، میخواد در واقع جلوی قیام ها را بگیره، یا میخواد یه جوری سطح مبارزات مردم رو در واقع در همین حد نگه بداره که انگار سطح توقعات مردم همین آزادی حجاب و از این حرف هاست. در حالی که خب واقعیت اینه که گفتم وضعیت اقتصادی رژیم چقدر وخیمه، واقعا مردم نون شب ندارن و هر روز تورم بالاتر، گرانی بیشتر، سفره های مردم کوچکتر، بنابراین مطمئنن قیام ها بازم شعله خواهد کشید و فروزانتر خواهد شد و مطمئنن این رژیم را در سال 402 جارو میکنه. به همین دلیل مردم هم شعار میدادن سال 1402 پس میگیریم ایران رو. بله 1402 پس میگیریم ایران رو، چه شعار زیبایی. با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بود. منم متشکرم از فرصتی که دادید.